سلام به همه دوستان عزیز، امروز قصد دارم شما رو به یک سفر هیجان انگیز و تاریخی ببرم. موضوع امروز ما گنجینه اکسوس یا همون گنجینه آمودریاس، یکی از بزرگترین گنجینه های باستانی که از دوره هخامنشیان به ما رسیده. پس اگر آماده ای تا با هم به عمق تاریخ سفر کنیم و رازهای این گنجینه باستانی رو کشف کنیم، تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. بین سالهای 1877 تا 1880 میلادی یه سری اشیای طلا و نقره در نزدیکی رود آمودریا یا اکسوس به طور تصادفی توسط مردم محلی کشف شد. این رود در زمان امپراتوری هخامنشیان مرز شمالی این امپراتوری بود و به عنوان مسیری تجاری و راه ارتباطی مورد استفاده قرار می گرفت. مردم محلی در اون زمان در حال جستجو برای آب و غذا بودند که به این آثار برخورد میکنن. بعد از کشف این گنجینه به دست تجار محلی رسید و از طریق بازارهای هند و پاکستان به کشورهای دیگه منتقل شد. اما بخشی از این آثار به دست سر الکساندر کانینگهام، رئیس باستانشناسی هند افتاد. اینجاست که ماجرای گنجینه اکسوس وارد مرحله جهانی شد. حالا شاید براتون سوال باشه که این گنجینه در اصل به کی تعلق داشت؟ این آثار از دوران هخامنشیان حدود 2500 سال پیش باقی مونده. امپراتوری هخامنشیان توسط کوروش بزرگ تأسیس شد و بعدها توسط شاهانی مثل داریوش بزرگ و خشایارشاه گسترش پیدا کرد. امپراتوری هخامنشی به دلیل ثروت و گستردگیش معروف بود و این گنجینه هم نمادی از همین قدرت و عظمت این امپراتوریه. آثار این گنجینه شامل جواهرات، ظروف طلایی و نقره‌ای و مجسمه‌های مذهبی است. احتمال زیادی وجود داره که این اشیا به عنوان هدیه به خدایان تقدیم شده باشند یا بخشی از اموال سلطنتی باشند. خیلی از این آثار ممکنه در معابد سلطنتی نگهداری می شدن و در مراسم های مذهبی ازشون استفاده می کردن. حالا که یک مقدمه ای از این گنجینه شنیدیم، بیا یه نگاه دقیق تر به بعضی از مهمترین آثار این گنجینه با هم بندازیم. یکی از جذابترین آثار این گنجینه مدل های کوچک عرابه های طلایی هستن. این عرابه ها توسط 4 اسب کوچیک کشیده میشن و 2 نفر روی اونها نشستن، یکی راننده و یکی شخصیت مهم، حالا میتونه اون یک شاهزاده یا یه فرمانده باشه. این عرابه ها با دقت ساخته شده و نشون دهنده قدرت و شکوه امپراتوری هخامنشی هستند. این عرابه ها به احتمال زیاد برای مراسم مذهبی یا تشریفاتی ساخته شده بودند. با اینکه این مدل های کوچیک هستند، اما به طور دقیق نشون میدن که عرابه ها چه نقشی در جامعه هخامنشی داشتند. این اثر هنری همچنین نشون دهنده دقت و مهارت صنعتگران هخامنشی در کار با طلا و فلزات ارزشمنده. یکی دیگه از آثار معروف این گنجینه دستبندهای سرشیری هستند. این دستبندها که از طلا ساخته شدن، در 2 انتهای خودشون سر 2 شیر رو دارن. شیر در فرهنگ ایران باستان نماد قدرت و پادشاهی بود. بنابراین این دستبندها نه تنها یک جواهر ساده نبودن، بلکه به عنوان نشانه ای از قدرت و مقام استفاده می شدن. تصور کنید که این دستبندها روی دستان شاهان یا فرماندهان هخامنشی بوده. جزئیات دقیق این دستبندها نشون میده که چطور صنعتگران هخامنشی میتونستن طلا رو به شکل‌های هنری در بیارن و به طور کامل روی زیبایی و ارزش کار تمرکز کنن. یکی از آیتم‌های جالب این گنجینه ماهی طلاییه. این ماهی احتمالاً به عنوان ظرفی برای نگهداری عطر یا روغن‌های معطر در مراسم مذهبی استفاده می‌شده. ماهی در بسیاری از فرهنگ‌های باستانی نماد فراوانی و برکت بود و به همین دلیل احتمالاً این اثر در آیین‌های خاص مذهبی کاربرد داشته. طراحی دقیق بدن این ماهی نشون دهنده دقت هنرمندان هخامنشی در ایجاد آثار کاربردی و هنریه. حتی در ساخت چنین آیتمی که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسه، دقت و هنر به وضوح دیده میشه. حالا بیاین با هم دیگه یه نگاهی به لوح‌های نظری بندازیم.
این لوها از طلا ساخته شدن و روی اونها تصاویر انسانهایی در حال دعا حکاکی شده. احتمالاً این لوها به عنوان هدیه به معابد داده می شدن و نقش مهمی در مراسمهای مذهبی داشتن. برخی از این لوها حیواناتی مثل اسب و شتر رو نشون میدن که ممکنه نماد درخواست‌های مردم برای سلامتی یا قدرت از خدایان بوده باشه. این آثار به خوبی نشون دهنده باورهای مذهبی مردم هخامنشی هستن. مجسمه‌های کوچک طلایی و نقره‌ای که در این گنجینه یافت شدن نمایانگر افراد در حالت نیایش هستن. این مجسمه‌ها نشون میدن که مردم چقدر به خدایان نزدیک بودند و چگونه سعی می‌کردند با هدیه دادن به معابد برکت و رحمت بیشتری به دست بیارن. هر کدوم از این مجسمه‌ها یک اثر هنری منحصر به فرده که نمایانگر اعتقادات عمیق مذهبی اون دوران بوده. این گنجینه نشان دهنده فرهنگ غنی و هنر پیشرفته دوران هخامنشیه. هخامنشی‌ها در زمینه‌های مختلف از فلزکاری تا معماری پیشرفته بودند و این گنجینه به خوبی نشون میده که چطور هنر در زندگی روزمره‌شون اهمیت داشته. از طلا و نقره برای ساخت آثار هنری و آیینی استفاده می‌کردند و با دقت زیادی به جزئیات توجه می‌کردند. این گنجینه همچنین نشون میده که هخامنشی‌ها با سایر تمدن‌های باستانی هم مثل مصری‌ها و یونانی‌ها در ارتباط بودند. تأثیرات هنری که از این تمدن گرفته شده به وضوح در برخی از آثار گنجینه دیده میشه و به ما یادآوری میکنه که اون دوران چقدر پر از تبادلات فرهنگی بوده. لوح‌های نظری و مجسمه‌های عبادی به ما یادآوری می‌کنند که دین و مذهب چقدر در زندگی مردم هخامنشی اهمیت داشته. اونها معتقد بودند که با تقدیم هدایاهایی به خدایان می‌تونن از اونها درخواست کمک و برکت کنن. این لوح‌ها و مجسمه‌ها بازتابی از باورهای مذهبی مردم اون دوران هستند. هخامنشی‌ها پیرو دین زرتشتی بودند و اعتقادات عمیقی به طبیعت و خدایان خودشون داشتند. این گنجینه به خوبی نقش مذهب در جامعه هخامنشی رو به تصویر می‌کشه. حالا که با آثار شگفت‌انگیز این گنجینه آشنا شدیم، شاید از خودتون بپرسید که سرنوشت این گنجینه چی شد. همونطور که گفتم، بعد از کشف این گنجینه بخش بزرگی از اون به دست الکساندر کانینگهام افتاد و بیشترش به موزه بریتانیا منتقل شد. این آثار تا امروز در اتاق شماره 52 موزه بریتانیا به نمایش گذاشته شده و هزاران بازدید کننده از سراسر جهان هر ساله این گنجینه ارزشمند رو تماشا میکنن. اما موضوع اینجاست که همیشه بحث‌هایی درباره برگردوندن این آثار به محل اصلی خودشون، یعنی منطقه‌ای که در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان قرار داره، مطرح بود. ایران، تاجیکستان و حتی افغانستان خواهان بازگرداندن این گنجینه است. این بحث که آیا آثار باستانی باید به کشور اصلیشون برگردونده بشن یا در موزه های جهانی باقی بمونن، سالهاست وجود داره. از یک طرف موزه ها این آثار رو به عنوان میراث جهانی نگهداری میکنن و میلیون ها نفر از سراسر دنیا میتونن از اونها دیدن کنن. اما از طرف دیگه کشورهای اصلی این آثار خواهان بازگشت این گنجینه هستند تا مردم خودشون بتونن از این تاریخ و فرهنگ غنی بهره‌مند بشن. در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی، دانشمندان و باستانشناسان تونستن به جزئیات بیشتری درباره این آثار پی ببرن. با استفاده از میکروسکوپ های الکترونی و آنالیز شیمیایی تونستن کشف کنن که طلا و نقره‌ای که برای ساخت این آثار استفاده شده از منابع مختلفی در سرتاسر امپراتوری هخامنشی به دست اومده. این نشون میده که هخامنشیان چقدر در زمینه تجارت و استخراج مواد اولیه پیشرفته بودن. علاوه بر این تحلیل‌ها به ما نشون داده که تکنیک‌های ساخت این آثار هم بسیار پیچیده و پیشرفته بودند. سندگران هخامنشی از تکنیک‌های ریخته‌گری چند مرحله‌ای برای استفاده از آثار طلایی مثل دستبندها و عرابه‌ها استفاده می‌کردند. این تکنیک‌ها نشون می‌ده که چقدر این افراد در کار با فلزاد ماهر بودند. چرا گنجینه آمودریا اینقدر مهمه؟ این گنجینه
موقتیه که مجموعه از طلا و نقره نیست. این آثار نمایانگر زندگی، مذهب و هنر مردم دوران هخامنشی هستش. هر کدوم از این اشیا به ما کمک میکنه که بفهمیم مردم اون زمان چطور زندگی میکردن، چه باورهایی داشتن و چطور فرهنگ و هنر خودشون رو بیان میکردن. این گنجینه همچنین نشون دهنده قدرت اقتصادی و نظامی امپراتوری هخامنشی بوده. این امپراتوری یکی از بزرگترین و قدرتمندترین امپراتوری های جهان بود که قلمروش از شرق تا هند و از غرب تا یونان گسترده بود. وجود این مقدار طلا و نقره نشون دهنده این بود که هخامنشی‌ها تونسته بودن چنین ثروتی رو به دست بیارن و چطور شبکه‌های گسترده تجاری رو در سراسر جهان باستان برقرار کرده بودن. دوستان، امیدوارم که از این سفر تاریخی لذت برده باشید و با اطلاعات جدیدی درباره این گنجینه شگفت‌انگیز آشنا شده باشید. گنجینه آمودیا نه فقط یک مجموعه آثار هنری و تاریخیه، بلکه دریچه‌ای به زندگی و فرهنگ دوران هخامنشی رو باز میکنه. ممنون که تا اینجا همراه من بودید و اگر از این ویدیو خوشتون اومده فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک بکنید. اگر هم سوال یا نظری درباره این گنجینه دارید حتما توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.